آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از واکنش مطبوعات به باز شدن پرونده انتخابات 88 خواهیم گفت تا فضای خوشبینی به سفر نخست وزیر ژاپن در روزهای آینده. نپرداختن روزنامه ها به سالگرد رهبری آقای خامنه ای و پرداختنشون به سالگرد 88. سلام آقای بهنوت، 30 سال از رهبری آیت الله خامنه ای میگذره. حالا مطبوعات چیزی نگفتن به خاطر این بود که تعطیل بودن یا از اساس نپرداختن، چطوری بود؟ سلام، اولا که معمول هم نبوده است که در سالهای گذشته این پرونده خیلی باز بشه و اینا. البته مقالات کم و بیشی هست در تجلیل از رهبری ایشون و اینا، اما در این حال توجه داشته باشین که روزهای تعطیل هم بود دیگه. بله. خب میخواین شروع کنیم با روزنامه هفته صبح که این ماجرای حریق کارخونه کاله رو در کربلا دیده و خودش هم اشاره کرده که این خبر بین خبرهای داستان پرونده قتل مربوط به آقای نجفی گم شد. این روزنامه اجتماعی دیگه. ملاحظه میکنین که هم به ماجرای اصطلاح آقای نجفی و میترا استاد اشاره میکنه در سرمقالش همینطور، و همین که به عنوان گزارش اصلی خودش مصاحبه کرده و مدیر عامل کاله. حالا بحثای دیگه ای هم این وسط به میان آمده است که درباره بازاریابی ایران در عراق اینا، این بحثی داره، این مسئله دائما مطرحه همه این سالها. بس می دارد چه زاویه نیا کنیم. خیلی وقتا بازرگانان ایران انتقاد از دولت و حکومت می کنند که از اونا حمایت نکرده تا بتونن برن در بازار عراق بعد از صدام به اندازه کافی. ولی خب خیلی هم هستن که میگن که از جمله حضور کاله اونجا نشون دهنده این است که، چون میگن که توی بازار دستکم بخش جنوبی یا شرقی عراق، تو کل بازار، تو تمام فروشگاه که می رفتیم همین محصولات لبنی آشنای ایران، کلی عدد و رقم از تولیدات پنیر، شیر و ماست در عراق داره میگه، و خب صدمه مثل که خیلی زیاد خورده، نزدیک 80 میلیون دلار، و طوری که مدیر عاملش داره ادعا میکنه میگه که این عمدی بوده و دارن بررسی میکنن که چرا این اتفاق افتاده. بله، خب وقتی که خیلی معنی عجیب غریب پیدا میکنه اگر ثابت بشه که عمدی بوده. خب اصلا یه جوری دیگه میشه داستان، هم بابت بیمش اینطوری که نوشته بود، توضیحی که میداد میگفتش که توی سالونی که گویا بسته های بسته بندی بوده، یعنی کارتون های بسته بندی بوده، یه جای آتیش میگیره ولی زیر اینا گویا مواد منفجره بوده که حالا دارن بررسی میکنن ببینن که به چه صورت بوده. بریم روزنامه اعتماد رو ببینیم. ببینید دادگاه آقای امام‌رضا خاتمی دو تا جلوه از دو سوی جنای سیاسی، مثل همه مسائل دیگه کشور که این دوتا در هر مسئله با هم دیگه اختلاف باید داشته باشن، از آب و هوا و محیط زیست بگیرین تا بقیه چیزا، اینجا همینطوره. همه هم یا سیاهن یا سفید. بله، این طرف یک جمله ای از آقای امام‌رضا خاتمی گرفته: این دادگاه میتواند ختم دعواهای سال 88 باشد، که این جمله رو گفت. بعدم اشاره کرد به اینکه به هر حال این الان بالاخره باید این ماجرا تموم شه. خب خیلی ها هستن که جسو گریخته میگن که ماجرای سال 88 نباید کاری بکنیم که مثل 28 مرداد بشه و 25 سال بعد سرباز کنه از یه جایی مثلا. بنابراین صحبت از رفع حصر میشه و اینا. این حرف آقای خاتمی خوشبینی داد به فضا. این خوشبینی رو هم در مقاله خانم آذر منصوری کنار میبینیم. خانم آذر منصوری واقعا یک لیست بلند بالای از چیزهایی که
سال از 88 به بعد در واقع تأثیر گذار بود که یه جورایی هم مثل یه زنجیری وصل میشد به اون اتفاقات. چیز کردن و میگن اونم همین حرف میزنن که در واقع باید بالاخره یک بار رسیدگی بشه، جمع جورش کرد، جمع جور کرد. بله. و میگن این فرصت اون طرف هم، حالا اون جناح هم البته حرفای دیگه داره که میرسیم و حرفاشون رو میبینیم. بریم روزنامه بعدی رو ببینیم، روزنامه جوان. گزارشی داده درباره کوچ دنیا از دلار که وقتی اینو بدون فعل می‌نویسیم شاید معنی بیشتری که به ذهن متبادل میشه اینه که کوچ کرد. معنیش این نیستش که حالا یه نفر اومده پیشنهاد داده. مهاتیر محمد گفته که با یه ارز جایگزین میشه به سلطه دلار پایان داد. اینم دفعه اولی نیست مهاتیر محمد اینو میگه. در دوره قبلم که سالهای طولانی نخست وزیر بود یکی از کسایی بود که مدام این حرفو میزد. ولی به هر حال الان جوان اینو لایق تیتری یک دیده. ولی به نظرم تکیه اصلی رو بریم اینجا. من فقط یک بخشش عرض کنم، فراکسیون زنان ایران در بانک مرکزی فنلاند با علامت سوال، علامت تعجب، با علامت تعجب. حالا ما این چنین چیزی داشتیم یا چنین عکسی مثلا از فراکسیونی که آقایون هستن در هر جای در اروپا؟ هست ولی ارزش رفتن نداره، مگر اینکه شما پشت ذهنتون معتقد باشید که خانم ها تو مجلس که هستن جاشون تو فراکسیون زنانه و فقط در مورد مسئله زنان میتونن تصمیم بگیرن. انگار نه انگار که این خانوم ها هر کدومشون تو چندین فراکسیون دیگه هم هستن و به هر حال تخصص های مختلف دارن و این نه، این نگاه مفقوده و اصولا این تا این نگاه میکنه که این خانوم ها اصلا رفتن اونجا به بانک مرکزی فلان چیکار دارن. در مورد چیزای مختلفی هم رفته بودن، در مورد اوتیسم، در مورد خیلی چیزای دیگه رفته بودن صحبت که اونا کاملا اتفاقا جزء حوزه‌های پزشکی و اینا بود. به بانک فنلاندش بیشتر اشاره کرده که حالا بانک فنلاند. اما توجه داشته باشین که وقتی که نماینده‌های مجلس با تیم فوتبال را میافتن میرن اون برن بر صدای کسی در نمیاد، مردا. و وقتی که مثلا فرض کنید که این همه بعد این گزارش مفصل کرده، زار این مقاله بوده تو کمبود تیتر و خبر اومده نشسته. ولی آخرش هم انتقاد میکنه از دولت که باید در مورد این سفرهایی که در واقع کسانی که توی دولت کاری هستن و این ورور میرن باید توضیحاتی بده و مشخص بشه چون هزینه هایی داره. ولی در اصل این سفر مربوط به مجلس، خیلی ربطی به دولت نداره. بله. که حالا خب بریم روزنامه همشهری رو هم ببینیم. یک مطلبی اون کنار داری میبینین با عنوان آغاز مذاکرات فشرده روحانی. الان ما منتظریم که الان مثلا آقای روحانی میخواد از 5 تا رئیس کشور در تهران پذیرایی کنه یا خودش به 4 نقطه دنیا بره مثل ترامپ. میشه بهش گفت مذاکرات فشرده. ولی الان در وضع حاضر در چند روز آینده نخست وزیر ژاپن خواهد اومد که در همین مقاله توضیح داده شده. یه اصطلاحاتی هم به کار بردن که من نمیفهمم اون اصطلاحات رو. اینکه مثلا یه جایش میگن که اصولا نبوده است از اول انقلاب تا حالا که سفر دو جانبه صورت بگیره. من سفر دو جانبه رو نمیدونم مثلا در کجا بوده. مقصودش رو میفهمم، مقصودش رو این هستش که مثلا مذاکرات دو جانبه ای صورت گرفته باشه. اینم عجیبه که فکر کنیم همه کسایی که در طول 40 سال گذشته اومدن به ایران مذاکره دو جانبه نکردن، یعنی مذاکره درباره شرایط دو تا کشور با هم دیگه. یه مثالی هم اگه شما رو از روسیه میزنن، ولی میگه حتی دوست نزدیکمون پوتین هم که میادش باز دو جانبه نیست، چون درباره مثلا سوریه و راجب چیزای اتمی اینا هم حرف میزنیم. حالا این بحثشو خیلی متوجه نمیشم، ولی به طور کلی این هستش که این آخر سر میاد و حضور پیدا میکنه توی این که فقط میمونه همین اجلاس شانگهای که در پیشه که آقای روحانی قراره بره. نویسنده امید داره که اون موانعی که در سال قبلی بوده است که از جمله که تاجیکستان باش مخالفت میکرده این برداشته بشه و در این سفری که ایشون میره هم مذاکرات مفصلی بکنه که معلوم نیست میشه یا نمیشه و هم اینکه عضو شانگهای هم بشیم. و به نظر میرسه که اگر قرار بودش این تیترش این نمیشد. به هر حال آغاز مذاکرات فشرده نیستش.
مذاکرات شده در پیش. آقای بهنود ممنون. قبل از اینکه بریم سراغ برگزیده ها لازمه بگم که مهدی برامون ایمیلی فرستاده بود و انتقاد کرده بود از برنامه رادیویی چشم‌انداز بامدادی در روز سه‌شنبه 14 خرداد و نوشته که وقتی مشتبه واحدی از آمریکا در مقابل محمد رضا سبز علی پور از تهران میشینه، صدای آقای سبز علی پور خوب و رساست، در حالی که صدای آقای واحدی از آمریکا به دلیل نقص فنی قطع میشه و پرسیده چرا. این انتقاد رو با یکی از سردبیران رادیوی بی بی سی فارسی در میان گذاشتیم، جواب رو براتون میخونم. متاسفانه گاهی مشکلات فنی مختلفی مانند کیفیت بد صدا یا تصویر یا اصولا برقراری ارتباط با کارشناسان دعوت شده در برنامه‌های مختلف رادیویی یا تلویزیونی اتفاق می‌افته که از کنترل ما خارجه و لزوماً به محل اقامت مهمونان به برنامه ربطی نداره. در مورد میزه گرد مورد اشاره مخاطب هم بخش فنی بی بی سی قبل از شروع برنامه متوجه شد که ارتباط با مهمون برنامه در آمریکا برقرار نمیشه، اما بالاخره با گفتگوی تلفنی با اون موفق شدن که این تماس رو برقرار کنن. هرچند متاسفانه به دلیل همون مشکلات کیفیت ارتباط اینترنتی ایشون بسیار پایین بود و این باعث شد که صدا با کیفیت پایینی دریافت بشه. با وجود این عوامل بالاخره برنامه موفق شدن که در نیمه بحث صدای ایشون رو از طریق تلفن دریافت کنن و گفتگو رو ادامه بدن. ما هم ممنونیم از مهدی و اینکه برامون برای دیدبان نظر و انتقادش رو فرستاده بود. خب بریم سراغ جهان صنعت، اولین برگزیده‌ای که شما انتخاب کردید آقای بهنود. ببینید در هفته هستیم که عرض کردم که ماجرای شما هم اشاره کردید به اینکه ماجرای دادگاه آقای خاتمی موضوع 88 رو زنده کرده، دهمین سالش هم سالاته و بنابراین وقتی که در تیتر جهان صنعت می‌خونیم 10 سالگی یک ادعا، خب به معنی این هستش که میخواد یه گزارشی بده راجع به این 88. توی این مطلب اصولاً، حالا غیر از یه مقدمه طولانی که راجع به تاریخ ایران انگار داره توضیح میده در مورد همین سال 88 تا برسه به سال 88، غیر از اون یه تیکه کوتاهی هم داره که اشاره میکنه به همین حادثه که میبینی، یعنی خانم کوسری، باران کوسری داره حرف میزنه با آکت خدایی، سخنگوی شورای نگهبان هستن. ایشون اینطور که توضیح داده خانم کوسری داره یه مستند تهیه می‌کنه در سال 88 و یک بخشی از اون مستند هم گفتگو کرده باشه. موقعی که بلند می‌شدن یه ابراز محبتی کرده است آقای کت خدایی، گفته که حالا با این توجهی که شما به مسائل دارین، این انتخاباتی که در پیش میادش خودتونم بیاین نظارت کنین. این در شبکه‌های مجازی تبدیل شد به اینکه پس خانم باران کوسری شده بازرس ویژه شورای نگهبان در انتخابات آینده و در نتیجه او رو وادار کرد توضیح بده که آقا نه این خبر نیست، نه کسی من دعوت کرد، نه من قرار برم چیکار کنم، من داشتم فیلم میگرفتم، تایی فیلمی همچی گفتگوی هم گذشت. به هر حال احساس میکنم این نقاشی یه ذره تعریف میخواست برای اینکه بیادش صفحه اول. بله، خب بریم روزنامه کار و کارگر رو ببینیم که در اونجا مصاحبه ای کرده با سفیر بریتانیا در ایران. بله، آقای مهدی‌زاده که خبرنگار خوبی هم هستش این مصاحبه رو کرده است. واقعا یه ایراد عمده ای وجود داره وقتی که آدم این نوع مصاحبه رو می‌بینه که ربطی به خبرنگاری یا روزنامه هم نداره، به فضای کلی مطبوعات کشور داره که بیشتر مطبوعات به هر دلیلی این رو از قدیم بوده است که علاقمندن که مثلا فرض کن با وزیر خارجه‌ای که میاد یا سفیر ساکنی که هست صحبت کنند، ولی برای اینکه متهم نشند به اینکه این صحبتشون چه دلیلی داشته، فردا روزنامه‌های اصولگرا مثلا چه نکنن، معمولا این مصاحبه تبدیل میشه به نوع بازجویی. اینم اشکال نداره چون جزء وظایف روزنامه‌نگار هست بازجویی بکنه، ولی تبدیل میشه به نوع استنتاق یه ذره از چیز پروتکل روزنامه‌نویسی و همینطور سیاستمدار خارجه. اینکه شما یه بقای تاریخی رو در تاریخ ایران از صد و چند سال پیش از جنگ های ایران روس شروع بکنید و بعد اونجا هی به انگلیسه بگین که ما موقعی که با روسا می جنگیدیم چرا نیومدی کمک ما، انگار اون پدرخونده ماست یا انگار ما مستعمره او بودیم. از اینکه بگذریم، چند تا نکته، البته چند تا نکته خوب و قابل تأمل هم در این مصاحبه هست، اینطوری نیست که مصاحبه همش اونطور باشه، سر مقدمه و اون یه دونه سوال آخری که من افشش گل دارم، وگرنه در کل نه، او در حقیقت در مقام سفیر میگوید که کجا میتونه کجا نمیتونه، یه جایش هم میگه من معجزه بلد نیستم بکنم، به خودتونه که چقدر کنار بیاد با امریکا یا بقیه.
و یه جایی هم مخالفت میکنه قطعا با سوال چیز. و کلن مصاحبه مدت هم هست اونجا که میدونم سفیر بریتانیا کرد و حالا با روزنامه کارگر کرده که خب روزنامه کارگر هست. بریم مجلات نسیم بیداری رو ببینیم. دزد انقلاب استالین با رویای سرخ چه کرد؟ این نظیم بیداری قبلا هم نشون دادیم ماهنامه سیاسی فرهنگی است و موضوع اصلیش دزد انقلاب. دزد انقلاب در حقیقت بر این پایه است. به نظر موضوع جالبیه برای یک مجله با شخصیت نسیم بیداری، چون خیلی نظرات متفارقی وجود داره. بعضیا که طرفدار سوسیالیسم هستند معتقدند که لنین درست بود ولی استالین کارو خراب کرد، بنابراین دزد انقلاب شد. بعضیا یه ذره از این عقب‌ترن و معتقدند که خود لنین خراب کرد، مارکس درست بود. بعضیا معتقدند مارکس هم خراب بود. حالا علاوه بر این، وقتی میاد مسئله ایران، بعد اینجا میرسه که آیا مثلا فرض کنید بیشتر اعضای حزب توده که خیلی خواستار استالین بودن، زمانی که استالین مرد یکی از پرشورترین راهپیمایی‌های در تهران صورت گرفت که بیشتر هنرمندا و اینا هم توش بودن، خیلی دیدنی شد با تابلوهای بزرگ گریه که تا حالا توی ایران برای یک شخصیت خارجی همچین اتفاقی نیفتاده که برای استالین افتاد. خب خیلی هم معتقدن این یه نقصی بوده، یعنی این دلیل بدکاری‌های استالین. خیلی هم معتقدن نخب به استالین هم کاری کرد که بقیه دیکتاتورها عالم هم کردن، جز اینکه اومد یه قدرت دومی هم در دنیا در مقابل آمریکا درست کرد. در نتیجه یک چیز بسیار پرپیمون شده از مصاحبه با تورج عطابکی، آقای حیدریان، خسروپنا، با هوشنگ ماهرویان، مراد ثقفی. میبینید که با ذهنیت‌های مختلف، با محسن میرزایی و با عده زیادی و حتی در زمینه طنز، که این موضوع رو موضوعی است که خوب توش پرداخته میشه. غیر از اینکه موضوع دومی هم داره که اون موضوع دوم به اندازه اولیه یا شاید در همین حد و حدود میشه گفتش که مهمه، و اونم نقش بازرگانان به خصوص بازار تهران هست در انقلاب. و بعضی از اینا گفتن که اصولا بازار تهران کاملا در اختیار روحانیت بوده از همیشه و همیشه به خصوص با خمینی ارتباط خیلی نزدیک داشته و همجد هم خیلی خدمت کرد تو انقلاب. بعضی هم توضیح دادن که مثلا فرض کنید انقلاب بعد از پیروزی به بازاری رو توجه نکرده، کم توجه کرده. بعضی معتقدن زیاد توجه شده از این. خب بریم روزنامه مجله بعدی زیوان رو ببینیم. زیوان یه نشریه خیلی جدیه، خیلی مدرن هست. از اینجا مدرن بودنشون بدونین که اصولا نمیگن شماره دوم، سوم، چهارم. به هر شماره میگن پوشه. پوشه آخر از سال اول این الان که ما داریم صحبت میکنیم. خیلی صفحه بندی و فونت‌های خوبیه. مطابق این فونت‌ها، راست میگید شما، خودتون هم توضیح دادن یه جایی، این فونت‌ها که فونت ماشین تغییر سابق هستش، اینجا حالا باز بد جایی نیستش، یه جایی میرسه که به زحمتی خوانده میشه. به همون استفاده از فونت‌های رایج هم یه جاهایی به یک نکاتی میرسه که واقعا جوه حساسه. به هر حال مجله سردبیر در اولش نوشته از گرمسیر، یعنی بهار 97، تا سرد سیر، یعنی زمستان 90، چهار پوشه است که آمده ایم، یعنی این شماره چهارمینه. تلاش داشته ایم و داریم تا نوشته های سر اسبی منتشر نکنیم. اکثر نویسندگان ما نوشته های سر اسبی میگویند. اشاره است به بیتی از دیوان کمال خجندی که اونجا گفته بود که کمال امسال چندی شد غزل بر اسب گفتک سر. کمال به خودش میگه، میگه امسال به مدتی است که فقط راجع به اسب شعر میسازی. سخنهای سر اسبی نباشد غالبا بهزین. و بنابراین اینجا پیداست که سر اسبی رو به عنوان سردستی، مثلا یاوه، اینا آورده. یک همچین نثری داره که بعضی جاهاش هم برات خیلی زیبا میشه. و بعد بگم به طور کلی نگاهش بکنم، اشاره که به سانسور رو اینا کرده بودید با یه مدل خاص خود. آره مثلا این پیکاسو رو نگاه کنید، این خوبه که این تصاویر از پیکاسو که بدنش لخت بوده اینا رو با یه فرمتی گرافیس پوشونده، یعنی عکسای انگار که یک کاغذی گذاشته شده روی اینا که نشون میده که به هر حال یه منیاتی وجود داره. بعدش یک مطلب مفصلی است که
داریوش کیارست به نظرم نوشته است درباره ناصر عصار، نقاشی که در سطح دنیا خیلی بیشتر از ایران شناخته شده هستش، به سر اسد کاظم عصار، فقیه مشهور، که اینجا نقاشی هایی هم که از خارج خودش کرده است میبینین. یک پوشه خیلی خوبی این که دارم ورق میزنم هست از یک جریان فرهنگی در ایران که ازش به عنوان اتاق برق یاد میکنه، که از زیرزمین دستان در سال 91 شروع میشه، میاد در 50 هفته 50 تا نمایشگاه داشته، اینجا 50 تا نمایشگاه رو معرفی میکنه. این هم در جای خودش کار بسیار خوبی است که صورت میگیره. غیر از اینکه یه چیزهایی هم که کمتر خوندیم یا نخوندیم، ترجمه از عزیز خانم عزادی که از بهترین مترجمای ایران هست از کتاب جویس اینجا هست، که این اصلشه دارید میبینید، یعنی اصل متن رو دارید میبینید، این هم اون چیزیست که شما میخواستین به عنوان نمونه یک صفحه‌ای که میره و بر میگرده از اونجایی که نباید بره. خب بریم حوالی رو ببینیم. واقعا حوالی ما و فضای اطرافمان این دفعه رفته سراغ قبرستان. آدم از اول که نگاه میکنه، که بعد از ترمینال که شما رو اول یادتونه ترمینال رو پوشوندن که خیلی خوب بود، من به شما بگم از بین نشریاتی که تو فاصله چند ماه گذشته در مده و همشون تو همین قطعند، قطع کتابی، از بین این نشریات میتونم بگم که حوالی و ناداستان تا الان از نظر واکنش جامعه جلوان، به خاطر اینکه به سرعت با توجه اقبال روبرو شدن و اینکه بزرگ نیست قدشون یا عکسای رنگی نداره، اینا اصلا به کار نداره، در مقابل محتوا خیلی کامل داره اینجا کار خودش رو میکنه. این دومین شماره همونطور که شما بدونین پایه خودش گذاشته رو قبرستان. آدم تعجب میکنه، میگه قبرستان هم شد سوژه، ولی وقتی که میخونید همیشه قبرستان آه. خب بالاخره یه ذره اون وهم و ترس و اینا رو داره، ولی و نکته جالب اینه که به همه اینها اشاره کرده، از اینکه قبر چطوری میتونه باشه، قصارخونه چطوری میتونه باشه، خانواده ها در چه شرایطی هستن، گرونی قبرها، نمیدونم، همه این چیزها رو رفته و نگاه کرده و واقعا مطالب خوندنی زیاد داشت. من مثلا اون مطلب آقای اخوت، آرش اخوت، که اولش اینطوری شروع میشه که دلم میخواد توی باغچه خونه خودم در واقع به خاک سپرده بشم، و این من فکر میکنم خیلی از کسایی که تهران زندگی میکنن شاید به خاطر اون فضای بهشت زهرا که انگار یک فضای خیلی کارخونه‌ای شده، و اینو اتفاقا توی یه مطلب دیگه هم باز خیلی قشنگ اگه اشتباه نکنم از خانم پریسا بزازه که داره نشون میده، واقعا انگار همه چی مثل کارخونه است و آدمو دوست ندارن. خب تو اصفهان زندگی میکنه، میدونید که و میگه که یاد در باغچه خونم یا در کوهپایه‌های اصفهان دلم میخواد. این که شما یه مقاله میتونید بنویسید بگید که آقا من دلم میخواد خودم تو خونه خودم دفن کنم، ولی یه موقعی هست که اینو توی روایتی میگید، چنانکه آقای خوبت کرده است این کارو، یه قصه تعریف میکنی، من با خانومم بچه‌ام نداریم، من و مریم خانم توی خونه دو تا گربه داریم، این خونه مشخصاتش اینه، در یه محله است در اصفهان، و ما میخوایم که بعد از که من نباشم مثلا منو تو همین خونه دفن کنن، بعد خدای نکرده مریم خانومم که نباشه، گربه ها هم که نباشن، دیوارا رو بندازن و این خونه رو بزنن تو شهر، کتابخونه هم تو زیرزمین باشه. وقتی میره در قالب این روایت قرار میگیره، اون وقت بسیار تکان دهنده است، چنان که یک دو تا دیگه از قصه ها هم، یکی دیگه هم شما اسم بردین، چی گفتی؟ من مال خانم پریسا بزاز رو گفتم که اونم داشت در مورد همین در واقع حال و هوای خانواده ای که رفتن و در اون سالن انتظارن قصارخونه و... تقریبا همه رو خوندم، همشون واقعا فرصت ندارید، وگرنه براتون میگفتم. زهرا منصف یک نوشته که عمرش از جاده اصلی رو دور بزن، یه تصویری از سه تا، روایت واقعیه، یه تصویری از سه تا بچه میده، سه تا دختر بچه، که اینا سوار دوچرخه میشن، شروع میکنن پا زدن و میرن که شنگولی کنن، و بنابراین توی جاده میفتن، همینطور میرن و اینا، بعد یواش یواش شروع میکنن همدیگر ترسوندن که داریم دور میشیم و فلان، اینا خیلی خوب توصیف میشن. بعد یه آمبولانس هست، اینا دنبال آمبولانس میرفتن، کنجکاویشون نمیذاره آمبولانس رو ور کنن، برای سایه آمبولانس میرن و برای اولین مرتبه بچه های کوچیک میبینن آمبولانسی جایی وایساد، یه بسته بزرگ سفیدی آورد بیرون که سرش هم دوتا پاپیون بسته بودن،
و اینو بعدن رفتن با سر صدای گذاشتن توی یک گودالی و بعد روش خاک ریختن. اولین برخورد اوناست با مسئله قبر. و اینو پر از روایت‌های شخصیه. خیلی خوبه. بله. خیلی خوب، واقعا بهشون تبریک میگم. خیلی خوب شد، یعنی خیلی با همین کیفیت و مجله نگه داره. خیلی خوب. امیدوارم دقیقا با همین کیفیت برن. بریم نکته آخر رو ببینیم که صفحه شهروند، صفحه طنز روزنامه شهروند هست. نوشته که برباد رفته، یه جوری انگار داره اشاره میکنه به این داستان پرونده آقای نجفی. دیروز یک عمارت با شکوه در اثر برخورد یک پرستو ویران شد. وقتی که این کارو میکنه معمولا این کار رو کاظمی میکنه از تو بچهای شهروند که یه روزنامه‌ای درست میکنه انگار حالا بگین این روزنامه چیه. مثلا همه چی رو در مثلا اینجا صفحات مجازی در تسخیر شهروند خبرنگار حوادث ها در آمده است. بعد دایی جان ناپلئون با این کار میخواستند آبروی یک خانواده اشرافی رو ببرند. و از همه زیباتر این کاریکاتوری هست که نکندنده از کار هادی دری در حقیقت برباد یافته یا جامعه ویران شده توصیفی داره بهتره که بیشتر از این نگم. آره فروپاشی است و حتی کسانی که غیر از اون کلیت جامعه حتی تک تک افراد هم فروپاشی کردن در این حال دارن سلفی میگیرن از حرف میزنن راجع به فروپاشی کلی تر. اینا قبل از اینکه تمام کنیم برنامه رو بگم، این پایین هم نوشته که از قول نخست وزیر باید بودجه نهادهای اخلاقی را بیشتر کنیم. ممنون آقای بهنود و همینطور ممنون از شما. مرسی که با ما بودید. منتظر نظراتتون درباره تمام برنامه‌های بی بی سی فارسی هستیم. راه‌های تماس رو همین الان دارید روی صفحه تلویزیون می‌بینید. کافیه که به بی بی سی دیدبان توییت کنید یا به تلگرام بی بی سی فارسی با شناسه @BBC شما پیغام بذارید. یادتون نره پیغاماتون رو با هشتگ دیدبان برامون بفرستید. از طرف خودم و آقای بهنود همینجا با شما خداحافظی میکنم. تا هفته آینده، شب و روزتون خوش.